خوبه. امره، یه کاری واسم پیش اومده، چند روزه نمیام بیمارستان، در دسترس نیستم. نمیدونم یه چیزی بگو دیگه، بگو یه کنفرانس پیش اومده رفته اونجا. خیلی خوب، اومدم حلش میکنم، ممنون، میبینمت. مامان من باید دیگه برم. باشه پسرم، داداش گرجان میرسونتید. بابام زنگ زده. الو بابا جان، همین الان باید برم به یه کنفرانس، واسه چند روزی نیستم. میتونی پیش مامانت بمونی؟ میمونم، مشکلی نیست، میبینمت. چی گفت؟ فکر کنم یه کاری واسش پیش اومده، گفت چند روزی باید اینجا بمونم. چقدر خوب، بیشتر با هم وقت میگذرونیم. سلام، چطوری کمیسر؟ وای داداش، آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ ای وای، بازم میخوای خودتو بندازی تو درد سر مگه نه؟ خب نتونستم حلش کنم، گفتم بیام با تو مشورت کنم. کار خوبی کردی، بگم چایی بیارم. تعطیل شدی میام دنبالت، میریم خونه وسایلتو جمع میکنیم. باشه. میگم مامان، ملیس میتونه آخر هفته بیاد پیش ما؟ فکر خوبیه، چرا به فکر خودم نرسیده؟ به نظرت آقا اوکان اجازه میده ملیس بیاد پیشمون؟ تو بهش زنگ بزنی اجازه میده، بهش میگی دیگه زندگیمون رو روال افتاده، داداش اوکان اونقدرم سختگیر نیست. البته که نیست جونم، من وقتی اومدم دنبالت از نگاه کردنش هم ترسیدم، اما بعدش آروم شد. مامان زنگ بزن دیگه، راضیش کن. باشه، من چند وقتی خونه اونا بودم، دیشبم تصویری باهاش حرف زدم، سوده رو دید، خونه رو هم دید. یه لحظه، موضوع سوده رو که بابات نگفته مگه نه؟ نه بابا، اون از کجا میخواد بابام ببینه؟ بازم به ملیس میگم چیزی بهش نگه. آها مامان، یه چیز دیگه. آه چی؟ این که پول صابر خرج میکنی کار درستیه؟ چون بی‌انصافی بزرگی در حقمون کرد. این که داریم از ارثیه اون استفاده میکنیم نمیتونه باش کنار بیام مامان. ما که خرج نمیکنیم، اون پول مال سوده است، من فقط مواظب بشم. تازه اگه خرج کنم مگه چی میشه؟ اگه چیزی بخرم چی میشه ها؟ پولش میتونه اون 5 سالو بهم برگردونه؟ میتونه بچگی که از تو دزدیده شده رو پس بده؟ ببین پسرم، خودمون باید رو زخممون مرهم بذاریم. تو، من، آبجیت، یه زندگی جدید رو باید شروع کنیم. حالا مگه چی شده پسر خوشگلم؟ باشه باشه، کشش نده، فاصله اجتماعی هم رعایت کن. این آغوشو تو بذار واسه اون میکروبی که توی خون است. باشه؟ باشه. درساتو خوب بخونی. باشه، منم میخوام همین کار کنم. آقا گرجان، اول برین جانو برسونین مدرسه، هر وقتم تعطیل شد برگردونش. باشه؟ باشه، چشم خانم. مامان، یادت نره به اوکان زنگ بزنی، بهت اعتماد کردم، حتما بهش زنگ بزن. باشه؟ آره آره، همیشه کاری سخت مال منه. وای زود باش داداش، زود باش، چرا انقدر دیر کردین؟ همین الانش هم کلی کار عقب افتاده دارم. داداش نمیشه، همه چی خراب میشه. راست میگی، موضوع دیگه بسته شد. راستش نمیدونم اگه این موضوع دی ان ای یا این چیزا به گوش گربز برسه، سودی میره و به احمد میگه. اون موقع این یارو یقه زینب و سفت میچسبه. دخترمو پیدا کردی، چرا به من نگفتین؟ آره ناحقم نمیگه. یعنی چی ناحق نمیگه داداش؟ وضعیت سوده مشخصه، یعنی دختره پیدا شده، اما یهو نمیتونی که بهش بگی این یارو احمد بابای واقعیته. به خدا اینجوری بچه رو دق میده. خب باشه، ولی صابر به مرگ طبیعی مرده، اونم دختر احمده. داداش ول کن تو رو خدا، الان وکیل مدافع دکتره نشو، تو وضعیتی نیستیم که به حق و حقوق اون فکر کنیم. حق داری. خب یه جورایی پای منم دخیله. خب بی خیالش دیگه، از آهن میترسیدم سوار قطار نمیشدم. من الان به وکیل صابر زنگ میزنم، پرونده سوده رو میگیرم، تو کشو قایمش میکنم تا میتونم به تاخیر میندازم. اینجوری گربازم نمیتونه بویی ببره تا ببینیم چی میشه. تو که تو دردسر نمیافتی نه؟ ول کن داداش، آب از سرمون گذشته. نره همینطوره. عزیزم لنگ زهره، بلند نمیشی؟ هنوزم میخوام بخوابم. باشه پس حداقل یه لیوان شیر بخور، نمیشه همینجوری گرسنه بمونی. نمیخورم، سیرم. میتونم ببینمش؟
یه چیزی بگم، تو دیروز به من گفتی مامان به خاطر همین ناراحتی. آره ببین، ما میتونیم راجع به همه چی با هم حرف بزنیم، فهمیدی؟ بابام به هم میگفت مامانت همیشه تو رو از بهش نگاه میکنه، اگه دیده باشه که من به تو گفتم مامان خیلی ازم ناراحت میشه. مجبور نیستی به من بگی مامان. داری راست میگی؟ اگه نگم مامان ناراحت نمیشی؟ ناراحت نمیشم. راستش الان فقط ناراحتی تو منو ناراحت میکنه. مثلا میتونی به هم بگی به هم بگو زینب. باشه، خیلی ازت ممنونم، نمیخوام دل مامانم رو بشکنم. باشه، پس موضوع دیگه حل شد، حالا دیگه شیرتو بخور. به من نمیگی مامان، اما باید به حرفام گوش بدی. باشه؟ باشه. مامان چرا منو ول کردی و رفتی؟ اول منو به دنیا آوردی، بعدشم منو تنها گذاشتی. نمیخوام، ولم کن، من دیگه نمیخوام غریبه ها تو خونمون باشن. داداش، ها. اون رستورانی که بهمون معرفی کردی یکم غذا شور بود ولی عالی بود. واقعا؟ یعنی کارت را افتاد؟ مگه میشه را نیافته؟ جاش عالی بود. ببخشید قربان، میشه اینا را امضا بزنین؟ بیارش فولیا. معرفی میکنم، سینان دیمیر، فکر کنم بشناسیش. میشناسم، خوشبختم آقا سینان. فولیا هم تازه بهمون ملحق شده. تبریک میگم فولیا، خیلی خوشبختم. خیلی ممنون. کاش میتونستید به شغلتون ادامه بدید آقا سینان. حیفه که پلیسی مثل شما را از دست بدیم. ممنونم. قسمت اینطوری بوده دیگه. الانم اتفاقیه که افتاده. ممنون فولیا. چطوره داداش؟ خیلی خوشگله مگه نه؟ والا چی بگم؟ خدا شما رو به هم برسونه. آمین، آمین. بفرمایید آیش خانم. ممنون موسا. بفرمایید. سلام، زینب خانم اینجاست؟ آره. خوبه، بفرمایی. من صداشون میزنم. باشه، اخم نکن دیگه. اخم نمی کنم. چرا مامانم منو بیرون کرد؟ منو دوست نداره؟ این چه حرفیه که میزنی؟ به خاطر تصادف یکم اعصابش خورده، همین. اما
و فکر کنم مامانم دیگه نمیخواد منو ببینه. نه آخه چطور ممکنه دخترم؟ ولی مدرسه تو برو باشه، اگه مدرسه نری اخراج میشی. آخه دخترم باید درس بخونه، وکیل بشه، مهندس بشه، دکتر بشه. نمیتونم این کاره بشم، خیلی باید درس بخونم. دختر من میتونه، مگه تو از بقیه چی کم داری؟ مامانم که نمیمیره نه؟ چی؟ گوش شیطون کرد، این چه حرفیه دیگه؟ اون یه زخم سطحیه، دکترم الان پیش مامانته. گوش کن چی میگم، من دارم از گرسنگی میمیرم، میخوای من از گرسنگی بمیرم عزیز بابایی؟ مگه میشه اینجوری؟ چای تازه دم. ای وای چاییمو ریخته. خیلی خوشمزه است. ببینم آقا محمد، کلوچه با طعم سیب میخوای یا نه؟ والا الان یکم سیر شدم، ولی کلوچه با طعم سیبو نمیتونم رد کنم. خیلی خوشمزه است، عاشق این کلوچم. بریم تیراندازی 5 بود، هر کی بود میتونه موتورو بره. میخوای منو گول بزنی شیطون؟ نه بازم گول نخور، نمیخورم. ای بابا بازم که نتونستم. چرا درست بازی نمی کنی بابا جون؟ چی کار کنم، من که نمیتونم مثل تو بزنم. این دنیا دختری هست که بیشتر از من باباشو دوست داشته باشه؟ اما بابایی هیچ کس مثل تو بازی نمی کنه. ای بابایی قربونت بره. نیل جون خوش اومدی. ممنونم زینب، آخر به دخترت هم رسیدی. پول خیلی زیادی هم واسط مونده. آره خیلی ممنونم، تو هم ملکی پول از دست دادی دختر، خیلی ناراحت شدم. مجادله‌ای که به خاطر دخترم کردی منو تحت تاثیر قرار داد، یعنی خواهر آدمم هم همچین کاری نمی کنه. دیروز وقتی آبجی سینان بهش زنگ زد، سینان پیش تو بود؟ آره منم همون موقع این حرفو شنیدم. زینب میخوام خیلی رو کمه یه حرفا رو با هم بزنیم، باشه؟ گوشم با توه. میدونی که سینان این همه وقت واسه این که دخترتو پیدا کنه کنارت بود، اما الان که دخترت پیدا شده. اوه پس چرا سینان هنوز میاد اینجا؟ آره این موضوعی نیست که بخوای باهاش شوخی کنی، انتظار دارم یه چیزایی رو به هم توضیح بدی. خب اگه میخوای برو از سینان بپرس، چون نمیخوام به جای اون باهات حرف بزنم. راست میگی، منم ازش پرسیدم زینب جون، گفتم سینان به هم بگو تو عاشق زینبی یا نه. گفتم خیلی رک میتونی همه چیو بگی، اونم گفت نه اصلا همچین چیزی نیست، یعنی به من دروغ نمیگه، اگه عاشقت بود میگفت عاشق زینبم. اینو رو بهت میگم تا بدونی سینان به تو هیچ حسی نداره، بهتره دیگه بی خیالش بشی، یعنی ببینم دیگه چه بهونه‌ای میتونی گیر بیاری که سینان پیشت بمونه. ببین نیل جون، یه زن باید غرور داشته باشه. تو الان میخوای به هم بگی من مردی که دوست داشتی و ازت دوست دیدم، اما این رسماً یه تجاوزه. مهم نیست که مرد این کارو بکنه یا زن این کارو بکنه. چه تجاوزی؟ اون 5 ساله که دوست پسر منه، متوجه هستی؟ ببین نیل، تو رو خدا، من که میدونم شما از هم دیگه جدا شدین، خیلی وقتی از هم جدا شدین. تو الان میخوای بگی نمیتونم این واقعیت رو قبول کنم، خب درکت میکنم، اما دلیل نمیشه که پاتو از گلیمه درازتر کنی، یعنی این اصلا کار خوبی نیست. در ضمن این دفعه این اومدن تو کلا نادیده میگیرم. عایشه خانوم. بفرمایید خانوم. مهمونمون دیگه داره میره. نیل جون راستی، هر وقت دلت خواست، هر وقت خیلی خسته بودی و حوصله‌ات سر رفته بود اینجا نیا، چون اینجا اصلا جای تو نیست. به سلامتی.
خوش اومدی. حداقل یه چیزی رو تجربه کردم. این که داره با هم مثل فامیلشون رفتار میکنه. چطوری کان؟ خوبم آقا سینان، شما چطور؟ ممنونم. میشه واسم تطویه کسی به اسم زهره که تو کادوکوی مغازه داره رو در بیاری؟ آره بررسی میکنم. اون زنه کیه؟ چی کار است؟ از کجا میاد؟ کجا میره؟ همونایی که دربارش تحقیق کرده بودیم. ببین با اونا یه رابطه ای داره یا نه. یه نگاه کلی بنداز. باشه میبینم. میبینمت. خسته نباشین. ممنون. خیلی ممنون. همه چی رو به راهه؟ آره. اونا اومدن یا نه؟ الان اومدن. بچه هم دقیقا تو همون موقعیتن. اونا چند نفرن؟ چند لحظه پیش پیتزا سفارش دادن. واسه 5 نفر. پس 5 نفرن. پیتزا کی واسه شون برد؟ چنگیز. آه اوناهاش اومد. این مرده؟ این کیه؟ راننده شونه. آها. خب الان چی کار میشه کرد؟ این مهمه. چیز مهمی نیست. انگار امشب میخوام پارتی بگیرن. دو تا دختر قراره بیان. داشتن اینجوری میگفتن. آه. پس امشب میخوان یکم خوش بگذرونن و چیز دیگه ایم نیست. باشه. پس من میرم. شما مواظبشون باشین و اگه چیزی شد به هم خبر بدین. گوشیم روشنه. پیام، زنگ، هر چی دلتون خواست. باشه قربان. خسته نباشین. خیلی ممنون. پیدا کردم آقا سار. زهره کارله تو فضای مجازی هم خیلی مشهوره. با کسایی که قبلا دربارشون تحقیق کردیم یه وجه مشترک دارن. همشون توی محله بزرگ شدن. تو یه کوچه زندگی می‌کردن، تو محله مالتپه به یه مدرسه می‌رفتن و این چیزا. جزئیاتو واسهتون می‌فرستم. باشه. خیلی ازت ممنونم کان. خواهش می‌کنم. کمال. دارم میرم پیش مشاور. میشه بیای تو کوچه پشتی؟ آی کی میتونه باشه؟ چرا به هم دروغ گفتی؟ سینان دیشب پیش زینب بوده. آنیل جون تو بودی؟ من واقعا بهت اعتماد کرده بودم. بهت گفتم آبجی تو مثل آبجی بودی، بعد با من این کارو کردی ها؟ دست درد نکنه عزیزم. من از کجا بدونم شبا کجاست؟ اون چرا به من حساب پس بده؟ تو هم بهتره اینقدر بهش فشار نیاری. یعنی هر جا میخواد همونجا میمونه. اون یه مرد مجرده دیگه. ما رابطمون الان اینجوری شد منور خانم. همین جوری شد؟ تو تا همین دیروز به هم چی میگفتی منور؟ ببین دیروز گذشت و تموم شد. تو هم دیگه باید بری پی کار خودت. معذرت میخوام ولی من دیگه باید برم، یه کار خیلی مهمی دارم. تو واقعا داری منو از اینجا میندازی بیرون آبجی منور؟ نه اصلا اینطور نیست، فقط یه کار فوری دارم، وگرنه داد بزن، جیغ بکش، سر تا پامو با فوش بشور، زهرتو بریز، ناراحت کن، به فوش بکش، منو با دردات ناخوش کن، اما امروز نه. خدا به هیشکی داداش خوشتیب نده. ببین دارم به خاطرش چه چیزایی میکشم. زینب خانم، آقا آلف اومده. آها خوش اومدین. سلام، حالتون چطوره؟ خوبم خیلی ممنون. میبینم که به گلا رسیدگی میکنین. رسیدگی میکردم قبلا، متاسفانه این اواخر خیلی وقت نداشتم. برای سوده یه مدرسه خوب پیدا کردم، به اینجام نزدیکه، گفتم بریم یه نگاهی بندازیم.
خیلی خوب میشد، اما سوده امروز اصلا حالش خوب نیست. من برم ببینمش. عایشه خانم ازتون پذیرایی میکنه. چی میخورید قربان؟ مشکلی هست؟ نه نیست. ببینم سوده مشکلی داره؟ فکر نمی کنم. خب بعضی وقتا یکم بحثشون میشه، اما اون طبیعیه، دلش واسه آقا صابر تنگ میشه. میگم شاید سوده خوشش نمیاد اون مرد این اطراف باشه. کدوم مرده؟ خیلی خوب میدونین منظور من کیه عایشه خانم. دارم در مورد سینان حرف میزنم. سینان دیشب اینجا بود؟ نمیدونم، بعد از اینکه شما رفتین منم رفتم تو اتاقم. فراموش کردین به خاطر چی تو این خونه این عایشه خانم؟ اینکه این سوالتون به اون مرده چه ربطی داره رو اصلا نفهمیدم قربان. شما به زندگی زینب خانم رسیدگی میکنید یا به فکر آرامش سوده هستین؟ همه یه اتفاقایی که تو این خونه میفته به من مربوطه، مخصوصا اگه قرار باشه یه مرد غریبه وارد زندگی سوده بشه، حتما باید اونو بدونم. زینب خانومم باید مثل یه مادر مسئولیتشو قبول کنه، چون سوده هنوز آمادگیشو نداره. بهتره من برم واسهتون قهوه همیشگیتون آماده کنم. عایشه خانم مراقب کارتون باشین. آه بیدار شدی؟ ببین چی میگم. آقا آلپ اومده، میگه یه مدرسه خوب واسط پیدا کرده. بریم ببینیم. نمیخوام برم. اما ببین برگشتیم جانو از مدرسهش میگیریم، قراره با یکی از دوستاش بیاد خونمون، خیلی خوش میگذره ها. میخوام بخوابم. وقتی کوچیک بودی واسط لالایی میخوندم، تو هم خیلی دوست داشتی. ببینم یادت میاد یا نه. لالایی کن بخواب، خوابت قشنگه، گل مهتاب شبات هزار تا رنگه، یه وقت بیدار نشی از خواب قصه، یه وقت پا نذاری تو شهر غصه. لا 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 گل پونه، بابات رفته تو گل خونه. لا 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 گل آلو، درخت سی بزردالو. لا 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 گل پونه، بابات رفته تو گل خونه. لا 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 گل آلو. چی شد دخترم؟ من لالایی نمیخوام، بچه نیستم، میخوام بخوابم. باشه من میرم، میتونی راحت بخوابی. بفرما. چطوره؟ همون جوریه که میگفتم نه؟ به خدا خیلی تر و تمیزه. اگه شما میگین خوبه. والا به نظر من که خیلی خوبه. این بهترین ماشینیه که میتونی با این پول بخری. زنا اینو میپسندن، ماشین خیلی خوبیه. راستش بخوای با استام خودم حرف زدم، الان چشم بسته میتونی انتخاب کنی. 5000 تام تخفیف گرفتم، یکم سخت بود ولی با هم کنار اومد. خدا ازت راضی باشه، خیلی لطف کردی. خودم که نمیتونستم این کارو کنم. خب الان چی کار کنیم؟ الان باید بهش پول بدیم. مگه میشه منور خانم؟ اول باید بریم ورق بازیاشو اون تو تموم کنیم، بعد پولو بهش میدیم. باشه. بریم. ناراحت نشین، راستش خیلی سخته، اما انقدر زود نمیشه فراموشش کرد. میدونم.
آدم دوست داره این اتفاقا زود بگذره و دوباره همه چی مثل قبل بشه. روحیتون رو باختین. یلا بهتره بلند بشین. میریم بیرون یه جای قشنگ. یه چیزایی میخوریم و مینوشیم بعد برمیگردیم. نه، من باید پسرمو از مدرسه بگیرم. بعدش هم کاری هست که باید انجام بدم. شما نگران نباشین، من با همچین چیز کوچیکی نمیشکنم، کنار میام. مدرسه رو میذاریم واسه بعد. پس من رفع زحمت میکنم. باشه، منم به کارم میرسم. آیشه خانوم، آقا آلپ دیگه داره میره. شما نگران نباشین آقا اوکان، اگه بخواین شما هم میتونین بیاین با هم بریم خونه. خیلی ممنون، بمونه واسه یه وقت دیگه. باشه، هیچ مشکلی نیست. آره آره، میگم بهتون تصویری زنگ بزنم. ممنونم، خیلی ممنون، سلامت باشی. مامان، از بابای ملیس اجازه گرفتی؟ آه، البته که گرفتم، مگه میشه اجازه نگیرم؟ شوخی میکنی؟ جدی میگی؟ فکر میکردم بابام اجازه نمیدم. آه، دیگه داری منو دست کم میگیری یا؟ وقتی بزرگتر شدی ببین چه چیزایی بهت یاد میده. مامان تو هم. چی مامان تو هم؟ نمیشه با این قرقرو شوخی کرد، بریم بابا. و پارتی شروع میشه. همه چی از همون اول که جرمشو مخفی میکرد و شکایتشو پس گرفت مشخص بود. به خدا این زنه خیلی پشتش قرصه. ببینم حالا میخوای چی کار بکنی که صافت. به چی اینجوری خیره شده مرور خانم؟ هر کی ببینه فکر میکنه اولین بار ساحل از نزدیک میبینی. اولین بارمه. چطور؟ یعنی واقعا اولین بار تو که ساحل رو میبینی؟ من از وقتی که تو رو میشناسم تو استانبولی منور. خوب فرصت نشد، یعنی همش درگیر کار بودم. فقط یک شنبه ها بیکارم که کارهای خونه رو انجام میدم. اینجوری حس بیرون رفتن واسه آدم میمونه. در ضمن تنهایی کجا میتونم برم؟ آره خب تنهایی نمیشه. یعنی سینان تو رو تا حالا نیاورده اینجا؟ راستش سینانم به خاطر کارش همیشه بیرون از شهر بود. بعد از اینکه از کارش اخراج شد، بنده خدا صبح و شب دنبال کار بود. چی کار کنه؟ نه شب داشت نه روز. اما خیلی خوشگله، مروارید استانبوله، خیلی خوشاینده. ممنون آقا قدیر. خب دیگه برگردیم، من از صبح تا حالا شما رو علاف کردم. علاف کردی؟ باشه، صبر کن.
به این راحتی ها نمیتونی منو دست بندازی منور. تا ساحل نیای و یه ماهی نخوریم که نمیشه. یلا بیا. خاله زینب، باید بریم خونمون و وسایلمون رو برداریم. البته البته. مامان به خدا هنوزم باورم نمیشه. آخه چه جوری اجازهشو گرفتی؟ مگه نگفتم منو دست کم نگیر. تو هم زودی اینا رو جمع و جور کن، منم یه سر برم بالا رو جمع و جور کنم. باشه باشه. اوف، این چه وضعیه. خانومی بود که می اومد واسه نظافت، اون چی شد؟ آها، همونطوری که فکر کرده بودم دوباره برگشت. یاره، پس من واسه همین رفتم تو اون سگدونی. احمد، زنت اومد مچمونو گرفت. فرار کن یال، از پنجره فرار کن. ببین، قسم میخورم رو دستم میمونی. میشه بیرون منتظر بمونی؟ انقدر زود عصبانی نشو جان، بذار صحبت کنن، دخالت نکن. تو برگشتی پیش احمد؟ آره برگشتم. خب نتونستم تحمل کنم. ببین، میشه از خونه ما بری بیرون؟ من توی خونه پنج قرونی حبس شدم و شما ها اینجا دارین خوش میگذرونین همینطوره؟ آخه اینو چه ربطی به مامان من داره؟ جان، وقتی بابا مومد حرف میزنین. شما برین تو ماشین منتظر من بمونین، زودی میام. باشه، وسایلتونم بگیر. من اینجا میمونم. ملیس، میشه لطفا بری؟ الان میام. جان، به نظرم تو هم بیا. جان، تو اینجا زندگی نمی کنی؟ آره زندگی نمی کنم. ببین، من مثل تو نیستم، فهمیدی؟ پس کجا زندگی می کنی؟ اینش دیگه به تو ربطی نداره. احمد؟ چرا اینقدر احمد احمد می کنی؟ چرا از من می پرسی؟ اون شوهر توی؟ از کی بپرسم؟ از تو باید بپرسم الان کی تو خونه احمده؟ شما چرا رابطتون اینجوریه؟ زودی با هم ازدواج می کنین، بعد تو تنها زندگی می کنی، چه خبره؟ به خاطر توی؟ به خاطر کی باید باشه؟ چرا اون آدم یهویی عوض شد؟ تو چرا داری با هم اینجوری میکنی؟ من الان بچه اون مرد تو شکممه. باید همین امروز میومدی پیشش؟ آره خب حامله ای، لطفاً آروم باش. مگه من احمقم که برگردم پیش احمد؟ مگه من عقلمو از دست دادم؟ پس این آدم کجاست؟ ها؟ بیمارستانم که نرفتی؟ چه میدونم؟ تازه ازدواج کردین، شاید رفته باشه ماه عسل. تو هم نگران نباش، برمیگرده، نمیتونه یه روزم دووم بیاره. اینجا همه دیوونه شدن. بهش بگو حواستو جمع کن، هر کاری که با من کرده رو میرم رک و راست به خبرنگارا میگم. منو بدون یه قرون پول انداخته تو اون سگدوری. ببینیم بعدش اون جراحه معروف میتونه تو خیابون راه بره؟ نه ملتم، در مورد احمد نباید یک کلمه به کسی چیزی بگی. همین الانم پسرم به خاطر ما خجالت میکشه، مجبورم بهش فکر کنم. همین الانم پسرمو دارم به زور جمع میکنم. اگه به جان حتی یه ذره اهمیت میدی، اینو از ذهنت بیرون کن. بیا این پولو بگیر. بگیر. اگه کم بود بهم بگو، باشه؟ این پولو از کجا آوردی؟ فقط ندزدیدمش. نگران نباش. با هم دعوا که نکردیم مامان. نه بابا، بریم بچه. خیلی خوبه. این سرمایه رو از کجا آوردی؟ کیفو برداشتن و رفتن، پس اینجا نمیمونن. این زن است که تا حالا اینقدر پولدار شد. تا دیروز تو خرابه زندگی میکرد. خب بالاخره میفهمم. ببین تو چه وضعی افتادم. بدونی که خجالت بکشه به من پول میده.
آروم باش، آروم باش، باید آروم باشی. اما تو یه بار بیا خونه، تو یه بار بیا خونه. به خدا خیلی میز خوشگلیه، اینجا تو رو خیلی خوب میشناسن. اگه به من میز کنار پنجره رو ندن عمران پامو بذارم اینجا، شخصیتمو میدونه. اینجا هم تازه ترین ماهی ها رو انتخاب میکنه و واسه من میاره میل کنم، هوامو داره. ببین وقتی یکم بعد ماهی ها رو آوردن با چشم خودت میبینی. من که همین الانشم سیر شدم چون غذاهاشون خیلی خوشمزه است. تو هم آشپزی رو دوست داری؟ والا در مورد آشپزی نمیتونم متواضع باشم، من تو آشپزی خیلی حرفه‌ایم. منم بعد اینکه همسرم فوت شد همیشه بیرون غذا میخورم، اما اذیتم میکنه دیگه، یعنی مثل قبل نمیتونم همه چی رو بخورم. یعنی راستش آشپزی کردن یه جورایی واسم سخته. میگم آخه چطور ممکنه هر روز بیرون غذا بخوری ولی غذای خونه یه چیز دیگه است؟ خب کی بپسه من؟ مگه میشه عزیزم؟ چرا مرد تو خونه آشپزی کنه؟ خوش اومدین. سلام خاله عایشه. ببین این ملیسه. حالتون خوبه؟ ممنونم، خیلی خوبم دخترم. ببین اینم سوده است. سلام، از آشناییت خوشحال شدم. منم، موهات چقدر قشنگه. آخرین هفته یه مهمونی داریم، قراره خوش بگذرونیم. عایشه خانم بچه ها گرسنه شونه؟ همه چی آماده است خانم. بفرمایین بریم تو. من داشتم فکر میکردم همه یه کلاسو بیارم، عایشه خانم از پس همه چی بر میاد مگه؟ البته که میشه، فقط کافیه شما از قبل به من خبر بدین. وای خدای من، خونه رو ببین. تو چی کار میکنی زینب خانم؟ از کجا به کجا؟ اینجا چه خبره؟ آخه چی شد که یهویی از اینجا سر در آوردی؟ اینجا خونه یکیه دیگه. همین الان این ماهی رو گرفتم، انگار ماهی زنده است. من مثلا هامسی درست میکنم. اول روی سینی کاغذ روغنی میذارم، یکم توستش میکنم، یکم سس مخصوص میریزم روش و خوب میمالم. میذارمش تو فر 15 دقیقه، همینقدر. اونجوری مزه کباب میده. تعجب میکنی که چرا اینقدر خوشمزه است. پس یه روز درست کن که بخوریم دیگه. درست میکنم عزیزم، هر وقت خواستی به هم بگو. پس بیا غذامونو بخوریم تا سرد نشده. باشه بخوریم. آی دارم میمیرم. تو یه بار بیا خونه، تو رو میکشم. میترسم بچم از دست بدم. بیا 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 بیا. خوبه.
اینجا که نمیشه پارکش کرد منور، ورودی رو بستیم. بسته نمیشه، باید نزدیک خونه باشه، یه وقت ندوزدنه. خب پس باشه، حالا که خیالت اینجوری راحت میشه بذار همینجا بمونه. آیا افتادی تو زحمت، اما خیلی ماشین خوشگلیه. خیلی انشالله که این ماشین چرخش وسط بچرخ منور. انشالله. خب با اجازتی که من دیگه کارم تموم شد. آه کجا میری؟ تا یه قهوه نخوری نمیذارم جایی بری. تازه شیرینی هم هست، اینجوری میخوام از خجالتت در بیام. چه جور شیرینی؟ سوتلاج. اونم چه سوتلاجی؟ راست میگی. آره. گفتی سوتلاج. خب پس بریم. بریم دیگه. بریم. من همسر احمد چنارلیام. زنگ بزنید که شوهرم بیاد اینجا. باشه، الان زنگ میزنیم. دکتر رو بهتون رسیدگی میکنه، شما آروم باشید. دکتر دیگه این نمیخوام. زنگ بزنید شوهرم فوراً بیاد. چی شده زفر؟ آرزو خانم، نمیدونم چجوری بگم، ولی خبر خیلی بدی دارم. داداشم، thank you.